صبح بخیر، کجا؟ سلام مادر جان. سلام. از خانه میر زنگ زدن، گفتم برم اونجا. خب باشه، بیا صبحونه بخور برو. اگه اجازه بدیم برم زودتر برسم، میترسم دیرم شه. مادر جان، یه خورده بیشتر به خودت برس، خیلی سر پایی. چاره ای ندارم، نمیتونم دست رو دست بذارم. من نمیگم دست رو دست بذار، من میگم زور غم و غصه خودش زیاد هست. اینجوری بخوای صبح کله سر ناشتا بری، نمیدونم شب زار و نزار برگردی، کمر زیر پارش خورد میشه. گاهی اوقات باید غم و غصه ها رو سپر دست خودش. آدمیزاد زندگی رو در پیش داره، اگه بهش پشت کنه خدا قهرش میگیره. سعی بکن توکل به خدا بکنی، مشکلات و گرفتاری همیشه با همه جا هست. پس بیا صبحونه بخور که جون پیدا کنی دیگه. چشم. بی بی امر کنه جواد این قلت بیاره. اوه، حرفای بزرگونو میزنی. خدا سایه بزرگتر رو حفظ کن. اینو بدی من. صبر کن. میگم این بچه ها چه شده؟ برای نمیدونم. ازشون خیلی غافلی. چه عرض کنم الان؟ مگه میشه شما باشون حرف بزنیم بعد به من هم بگید؟ به هم چی میدونی؟ سر دماغ نیستم، مخصوصا اون مسعود. من میگم یکمی دل به دلشون بده، گوش شنوا بشو برای حرفای رفیقات. چشم. نون تازه بفرم. یه ذره صبر بکنی بیات میشه، از دهن میفته. پس برای چی سو به کل سر میرم نون میخرم؟ برای اینکه شما جوونو بخورین، جون بگیرین، برین به کاراتون برسین. بچه واسه شما از پورتلند ایمیل نیومده؟ طبق زمانبندی که خودشون گفتن تا یکی دو روز دیگه با جواب مقاله بیاد. قاسم بر تو ایمیل نیومده؟ نه، اگه اومده بود که میگفتم. فقط دعا کنید مشکلی پیش نیاد. آیه یس. چه مشکلی؟ تو که مقالات از هر دوی ما بهتره، دیگه نگران چی هستی؟ چه میدونم؟ بالاخره با ما ایرانی ها لجن دیگه. لجن، ولی از خداشونه که نخبه‌ای مثل من و جواد برن اونجا واسه شون کار کنن. قاسم در رو باز کن. خودت بلنشه های نخبه، من دستم بنده. جواد جان در باز کن. خب تو نزدیکتری، خود برو در باز کن دیگه. عجب آدم های بی جنبه ای هست اینا، اینقدر تنبل. اه بخوان خارجم برن. قاسم یه بگو من خوابم. لوس نکن خودتو، برو خود در باز کن. بیا جان قاسم اذیت نکن، بیا اصلا بگو نیست، بگو بیرونه. نمیدین دستم بنده. کیه مگه؟ تینا خانم، همون عاشق دلسوخته. چرت و پرت نگو دیگه. خب بیا برو در باز کن، حتما کار واجب داره باید. ولش کن آقا، چند تا زنگ میزنه نیستی میره دیگه. یعنی چی میره دیگه؟ این کار اصلا درست نیست. چیش درست نیست؟ من که جوابم اون خانم دادم، برای چی باید برم الان دم در؟ داری رسما بهش بی احترامی میکنی. ای بابا، داری شخصیتشو خرد میکنی. من کی همچین کاری کردم؟ خب داری همین کارو میکنی الان. نکردم دیگه بابا، برو خودت اجری حلش کن، من نمیتونم بیام دم در. راست میگه دیگه، خودت برو. الان افتاد گردن من، نمیبینی رنگش پریده. راست دست تو. سلام خانم وصال. من الان میام خدمتتون. تعارف نزنی بیا تو. سلام. سلام آقای جوادی. ببخشید من مزاحمتون شدم، من با مسعود کار داشتم. هرچی شمارش رو میگیرم جواب نمیده. حالا یه ذره حالش خوب نیست. الانم
خودش خواست ازم بیام در باز کنم. بفرمایید داخل. نه 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 نمیخوام بیام، نمیخوام بیبی متوجه بشه که من اینجا. حتما مسعود راجب خودمون یه چیزایی بهتون گفته، محاله نگفته باشه. بله گفت. نظرتون چیه؟ حالا چرس کن، به هر حال این مسئله شخصیه، من نمیتونم قضاوتی کنم. البته رفتار مسئول تایید نمی کنم، بهش هم گفتم. گفتم بهتر به جای که خودتو پنهان کنی بیای حرفتو به صراحت بگی. خب من برای این اومدم که راجع برگشتش به کارخونه باش حرف بزنم و پیشنهادهایی که داشتم. واقعا؟ بله. خانم وسال، من حس شما رو خوب درک میکنم، برای خواستتون هم بهترم کنم. درک کردن شما اصلا برای من مهم نیست. کاش اجازه بدین مسعود بدون نظر شما حرفشو بزنه. منظورتون چیه خانم وسال؟ آقای جوادی، مسعود بدون اجازه شما آبم نمیخوره. ورد زبونه شده جواد جواد. امیدوارم این بار شما دخالتی نداشته باشین. ضمناً میدونم که شما به خاطر عشقتون دارین از ایران میرین، ولی کاش که درک کنین که بقیه قرار نیست به پای عشق شما بسوزن. جواب چی گفت؟ چی میخواست بگه؟ یه سری حرف لوس دخترانه. آقای مرد، آقای با معرفت، آقای با مرام، الان خودتو سمبال مردی و مردونگی میدونی؟ خجالت نمیکشی میگی یه سری حرف لوس دخترانه؟ میخوای مشرف مردونه تحویلت بدم ببینی حتی طاقت شنیدنشو نداری؟ البته اگه مثل همیشه با همه چی شوخی نکنی. خوب گوشاتو باز کن مسعود. وقتی کسی دلشو بهت میده، حتی اگه دل بهش ندادی، نسبت به علاقه ای که ایجاد کردی مسئولی. بعد که مسئولی، دوست داشتن گناه نیست. کسی هم که دوستت داره گناهکار نیست. جواد جون، بی خودی داری ترش میکنی. اون دختر قدرتمنده، اون دختر مغروره. من الان برم بهش بگم ببخشید من دل ندارم، به من دل نبند، ول میکنه میره؟ تو چیکار داری میره یا میمونه؟ تو باید رک و با صداقت حرفتو بزنی. آقا من رک و با صداقت میرم حرفمو میزنم. میره به نظرت؟ به خدا اگه بره، تازه بدتر کینه به دل میگیره. اون وقت میاد سراغ همه طلباش، میاد سراغ همه چیزایی که در اختیار ما گذاشته. تا دونه دونه اینا رو تحویل نگیره از ما، تا ما رو نچزونه ول کن نیست. والا من هر کاری کردم، هر تلاشی دارم میکنم به خاطر اینی که دم رفتن آلاخون والاخون نشیم. احساس میکنم رفیق قدیمیمو نمیشناسم آقا مسعود. شانس بهت رو کرده دیوونه، اینجوری لگد به بخت خودت نزن. خجالت بکش قاسم. یعنی چی شانس بهت رو کرده؟ شکرش. مگه عشق کاسبیه؟ مگه معامله است؟ مگه حساب بانکیه؟ آقا چرا با احساسات یه آدم بازی میکنین؟ آقا من کی با احساسات اون خانم بازی کردم؟ چرا هرچی از دهنه در میاد میگی؟ اون خانم دیوونه است. آره دیوانه است. اگه دیوانه نبود عاشق نمیشد. شاهدی دیگه، اعتراف کرد که دیوونه است. کشیده دیگه. آقای دیوونه، آقای مجنون، آقای عاشق، تینا با مژگان خانم شما فرق میکنه. شما لااقل با همدیگه چند تا خاطره خوب دارین که مرور کنین. ما اونقدر همدیگه رو نمیشناسیم که حتی واسه هم خاطره ساخته باشیم.
من اگه 4 بار با این خانم رفتم بیرون، پای حرفا و درد دلاش نشستم، حمایتش کردم، فقط به خاطر این بوده که فکر کردم کس و کاری نداره. گفتم کمکش کنم. آقا تو سر پیاز یا تای پیاز؟ آقا نه سر پیازم نه تای پیاز. همون 4 باری هم که باهاش رفتم بیرون پشیمونم. همش منت، همش نگاه از بالا به پایین، همش منم. اشتباه کردم. ای بابا، تمومش کنید دیگه. خودمون کم بدبختی داریم، کافی آتیش عشق جانگدازم بیافتی تو خرمن آینده ما. تو هم که به جای راهکار دادن فقط به فکر منافع خودتی. نه خیر، به فکر هممون هستم مهندس. آقا راهکار با من دیگه، من اشتباه کردم، خودم هم جبرانش میکنم. نمیخواد خودت جبرانش کنی، آبروی هممون داره میره. حالا من چه آبرویی بردم؟ تو به عنوان نماینده گروه ما رفتی تو اون کارخونه. محمد گفتم برو کارخونه کمک کن، نه اینکه طرف عاشق خودت کنی. بی خیال جواد، این حرفا از تو بعیده. طرف عاشق من شده، مشکل منه؟ بله مشکل توه. رفتاره تو اشتباه بوده که اون دوچار سوء تفاهم شده. آقا بی خیال دیگه، من رفتارمو که نمیتونم الان تغییر بدم. آقا یک کلوم ختم کلوم. این در و تخته با هم جور در نمیاد. الکی زورم نزنین. دیگه هم راجع به مسئله با هم حرف نمیزنیم. تمام. حرکتی نمیتونم بدم. گفتم که به خاطر معصومیت یه ذره آروم باش. دلم میخواد دوباره بتونم دستامو باز کنم، سما رو بغل کنم. تو گفت زمانو نیاریم تو اتاق زنی، براش خوب نیست. کاش که بتونم دوباره بلند شم، راه برم، حرکت کنم. نکنه تا آخر عمرم همینجوری بمونم. بیتابی نکن سعید جان، چیزی نشده که. چند روز دیگه میشه عین روز اول. میدونی چیم شده؟ گفتم که گردن تو آسیب دیده، این خواب رفتن دست و پا. یعنی خوب میشم؟ باز گرفتی سر خونه اول. دکتر گفت توکلمون به خدا باشه، چند روز باید استراحت کنی. چی بود هر روز کله سهر میرفتی سر کار شب برمیگشتی؟ حالا چند روز پیش مایی، ما میتونیم ببینیمت. آخه به درزم این خونه خوابی قائم بشه. زهی جان اینقدر ضعف از خودت نشون نده. سما داره نگات میکنه ها. بابا قهرمان دخترشون. زهی گله نکن، دختر من نمیگه بابا منم چقدر کم طاقته. گله نکن. بفرمین آقا. تو برای چی بیده شدی؟ بریم کجا بریم؟ کارخونه دیگه. عزیز من کارخونه از شهربازی نیستم جور سرتو بندازی پایین سرگرم شی که. بابا گو هیجان که این کارخونه داره، شهربازی بون بزرگیش نداره. بیا بریم. آقا بیا ببینم زبون دراز شده ها. چی میخوای دنبال من راه افتادی؟ هیچی. بریم تینا خونه معطل نکن. خب من خودم میرم دیگه، تینا گفته تنها بیام. بریم. گفته تنها بیام میگم. تنها نمیذارم رفیق، یه شاهد داشته باشه که خوبه. شاهد میخوام چیکار، کجا دارم میرم مگه؟ من حسین جواب پس دادم به جواب ندارم. من بهش قول دادم مثل عقاب مراقب تو باشم. تو الان عقابی؟ بله. تو کلاغم نیستی. برو حداقل خط تولید یه سر به کارگرا بزن، بذار منم به کارم برسم. میشه؟ میشه، ولی امکانش نیست. چون بهش قول دادم باید مراقب تو باشم. آقا من مراقب نمیخوام. یکی باید مراقب خودت تو باشه، تعقیب تو میخوره، کلافه نشید، بعد دهنی نکنی با مردم. من کاملا توجیهم، تو نگران نباش. بیا بریم. بابا. بریم بیش. Thank you.
نه کنه نچست به من دیگه. بابا چی؟ بابا برو دیگه. سلام خانم جعفرودی. سلام. سلام، خوش اومدید. خیلی ممنون. با خانم وصال قرار داشتیم. بله، بفرمایید، منتظرتون هستن. بله. آقای همدم. بله. شما لطفاً همینجا تشریف داشته باشین. بفرمایید. یه ساعت دنبال من راه افتادی، برو بشین. با اجازتون خانم. بفرمایید. سلام. چی شد؟ قرار بود بری فکر کنی، مشاوره بگیری. اما تو که هنوز داری به رفتارهای گذشته‌ات ادامه میدی. چرا تا آدم با تو حرف میزنه گم و گور میشی؟ گم و گور نشدم خانم. فقط جرأت نگفتن به شما رو نداشتم. اما الان گفتی نه. پس نتیجه مشاورت با مهندس جوادی این شد که به من بگی نه. خواهش میکنم پای جواد وسط نکشین. اصلا به اون ربطی نداره. از بیورزگی تو پای جواد وسط هست. هرچند که میدونم از خودت اختیاری نداری. ولی مهندس جوادی به نظرم خوب پررو شده. بد نیست یادش بندازم که با ما قرار و تعهدی داره. خانم وصال، اگه اصرار مهندس جوادی نبود من اون مدارک رو به شما بر نمیگردوندم. الان مجبور نبودم بیام اینجا وایسم توهینای شما رو بشنوم. این که اینجام و هر جوابی میخوام بهتون بدم تصمیم قطعی خودمه. اگرم تا الان تعللی داشتم به خاطر این بوده که نمیخواستم امید واهی بدم، نمیخواستم یه قول علکی بدم که نتونم عملیش کنم. مگه من از تو قولی خواستم؟ من آدم متعهدی نیستم. مجبوری باشی. اون وقت کی میخواد منو مجبور کنه؟ من؟ تینا وصال. میدونی اگه نتونیم به تعهداتتون عمل کنیم مجبورم که به بند بند قراردادمون عمل کنم. خانم وصال، مثل اینکه دوباره یادتون رفت. طرف حساب شما توی اون قرارداد جواد جوادیه. من مسعود تابشم. آره، جواد جوادیه. این جوادی خیلی بال بال میزد از ایران بره، نه؟ اول میتونم راه اونو ببندم. با این سفته ها میتونم ممنوع خروجتون کنم. خونه و ماشینم که ازتون بگیرم. شما با من مشکل داری؟ چرا میخوای اون بچه ها رو اذیت کنی؟ بعدم خانم با زور و تهدید که نمیتونی عشقو بخری. من نیازی به عشق تو ندارم. یه سرمایه ای دادم، شما یه تعهدی دارین. ای بابا عجب گیری افتادی ما. ما اگه قرار باشه اون پرنده رو آماده کنیم طبق قرارداد، وقت میخوایم، فرصت میخوایم. اگه قرار باشه انر ستامون را بیافتیم بیایم کارخونه، کی میخواد پرنده رو آماده کنه برای شما؟ تو پیشنهاد بهتری داری؟ بله که دارم. قرار بود از ما سه نفر یکی رو استخدام کنین، درسته؟ خب الان من اینجا میمونم، اون دو نفر وای میسن به پرنده میرسن. هم طبق قرارداد پیش رفتیم، پرنده رو آماده میکنیم میدیم به شما، هم پایان نامه‌مون رو دادیم. فکر خوبیه، اما به یه شرط. دوباره چی؟ کنار دست خودم کار میکنی، از جلو چشم جم نمیخوری، هر چی که بگم گوش میدی، هر کاری که بگم میکنی. خانم وصال، اینایی که گفتین تو روحیه من نیست. پس هر ستایی با هم دیگه میخواییم برین خارج؟ بله، این قرار رو زمانی که با هم دوست شدیم گذاشتیم، سه نفری. من نمیدونم این خارج چی داره که هر کی تا یه مدرک میگیره میخواد بره اون بر. خب ما هم واسه همین میخوام بریم اون طرف ببینیم چه خبره. میگم خانم جعفرودی بفهم، میگم شما که وکیلی، چجوری میشه اقامت دائم رو گرفت؟ البته به غیر از بورسیه شدن، من خودم اینو میدونم. راهای مختلفی هست، یعنی هر کشور قانون خودش رو داره. شنیدم با کسی که تابعیت اونجا رو داشته باشه ازدواج کنی شهروند اونجا میشی، درسته؟ اه، میخوایم با یه دو تابعیتی ازدواج کنی؟ من نه نه، من که خودم نامزد دارم. از اون کنشکاوی پرسیدم. آها قاسم، باشو بریم. با اجازت. خداحافظ خانم جعفرودی. من از همون اولم به خواهرتون گفت عدالت نیست نون کارگر بریده بشه. حالا اگر لیست هزینه ها و فروش رو نگاه کنیم کاملا معلومه کارخونه زیانده، سودده نیست. ما به خاطر ترحم داریم شکم خانواده کارگر رو سیر میکنیم.
اصلا سر پای منگار برای اینکه اونا سر پا باشن. شر نشه این قضیه فرید. یه طرف هم اداره کارو بیمسا. ببین من هزار بار بهت گفتم ما تنها راه نجاتمون همین پروژه جوادی و رفیقاشه. تمام. اتفاقا سرکلهشون تو کارخونه پیدا شده. اوهو کارا اونا که تا موقعی که من نخوام نمیتونم بیان اینجا. زمانی میتونم بیان که رو قرارداد کوادکوپتر تجدید نظر کنم. من نمیفهمم تو اون ملخ چیه که اینقدر مهمه. فرید جون مهمه چون پول توشه. چون خیلی از مشکلات کارخونه رو میتونیم حل کنیم باهاش. چرا تو کاری که سر رشته نداری میخوای وارد بشی؟ من سر رشته ندارم ولی خیلی آدما رو میشناسم که تو این قضیه واردن. میخوام با اونا وارد معامله بشم. من نمیفهمم این کارخونه ضررده چی داره که دو دستی بهش چسبیدی؟ اونم با اون همه ملک و سرمایه‌ای که از پدر خدا بیامرزت بهت رسیده. فعلا که فرید جان تینا نمیذاره ما دست به چیزی بزنیم چیزی رو بفروشیم. اگه به من بود 100 بار تا حالا خونه باقی رو فروخته بودم. آها قبلنا کارگر به کارفرما احترام میذاشت نه که همینجوری سرشو بندازه پایین بره. سلام آقای کارفرما. سلام آقا. ما خانم وصال قرار داشتیم. آقا بالا سرتون کجاست؟ جوادیو میگم. اونم خوبه مشغول کاراشه. خانم ما رو احضار کردن ما هم اومدیم. بابت قرارداد و یه سری ابهاماتش. خیلی جالبه یه طرف این قرارداد منم بعد بیخبرم. یه مشکل شماست با خواهرتون. خودتون بریم بپرسیم. خداحافظ. بریم. همینجوری میذاری برن؟ اینا که آخرش به هر توافقی برسن تینا به من میگه. بعدم شاید این قضیه به نفع پروژه کوادکوپتر باشه. شاید بتونیم جوادی رو به واسطه اینا بکشونیم پای میز قرارداد. این آدما رو ساده فرض کردی. راضی کردن این جوادی آرمانگرا کار راحتی نیست. برای جون هر آدم یه قیمتی داره. قیمت اینا با من. به همین راحتی کنار اومد. آره دیگه گفتم بهت که وقتی قلق خانوما رو بشناسی همه کارا درست میشه. آقای قلق، حالا بو قلق این خانم وصال چی بود؟ مشکلش کارخونه بود. بهش گفتم من کمکت میکنم کارا ردیفش آروم شد. گفته باشم منو جواد دیگه اونجا نمیایم ما. حواست هست؟ بله حواسم هست. شما نیا لازم نیست. خودم کمکش میکنم یه ذره اوضاع کارخونه راست و ریس بشه مطمئنم بازم حمایتمون میکنه. واقعا؟ تو مطمئنی این خانم دیگه ما رو اذیت نمیکنه؟ بله واقعا نگران نباش. شما الان فقط باید به فکر پریدن باشی. خدا رو شکر. ایوه بالاخره یه آبی حتی گم شد مسعود. خانم وصال اینایی که گفتین تو روحیه من نیست. باید باشه. البته اگه به رفاقتت با جواد جوادی اهمیت میدی. خوب نقطه ضعفی گیر آوردین. باشه فقط با آقای وصال چی میگین اگه بپرسه بچه های دیگه چرا نمیان کارخونه؟ نگران تینوش نباش او مشکلی نیست. فقط خواهش میکنم این قول و قراری که گذاشتیم بین من و شما بمونه. دوست ندارم جواد و قاسم بدونن. خیالت راحت باشه. تسلیم. بگین الان چی کار کنم؟ الان بهت میگم. ببینید این همون موردیه که عرض کردم خدمت رو. حالا توی این عکس هم کاملا مشهوده. متاسفانه تشخیص درسته. همون موردیه که قبلا خدمتتون عرض کردم. چی رو قبلا بهتون گفتم؟ ببینید یه ضایعه شدید نخاییه. متاسفانه قطع نخا. قطع نخا؟ متاسفانه بله. مصدوم شما در حال حاضر تنها یک سر بدون انداز. یعنی چی؟ چرا آخه؟ ببینید ارتباط مرکز عصبی با کل بدن قطع شده. تنفس دیافراگمی. متاسفانه این معنیش اینه که ممکنه زیاد دووم نگیره. یا امام رضا. آروم باش دخترم. آروم باش دکتر. راه حل؟ متاسفانه هیچ راهی برای اتصال مجدد هزاران رشته عصبی که توی کانال نخاع هست وجود نداره.
البته یه راه حلی هستش که ریسکش بالاست، اونم اینه که ما روی مهرهای گردن یه عمل داشته باشیم. اگه عملش کنیم خوب میشه؟ حداقلش اینه که میتونه گردنشو ثابت نگه داره، روی ویلچر بشینه. البته ریسکش بالاست، من بعید میدونم هر جراحی زیر بارش بره. به هر حال شما باید تصمیم بگیرید، شما باید رضایت بدید تا این عمل انجام بشه. دکتر من چیکار کنم؟ سعید من طاقت نداره یه لحظه یه جا بشینه، چه برسه به این که بخوابه. شما این برگه رضایت نامه رو امضا بفرمایید. میشه قبل عمل بچهش رو ببینه؟ باش، ایرادی نداره. جانم آقا رضایی بگوشی موقعیت تو بگو. من داخل بیمارستان آقا. دکتر توفیق کجاست؟ داخلم جلسه کمیسیون پزشکی. بسیار باشه، همونجا به اون منم دارم بیام. بله آقا. بابایی بابایی سلام، من اومدم. نگاه میکنم به قربونت برم دخترم، چجوری آوردیش تو؟ با کلی خواهش و تمنا. گفتم بابا دخترم دلش واسه باباش تنگ شده، مگه نه ماما؟ به پرستاره نگاه کرد، دل پرستاره به رحم اومد. مامانی بابا تو اینجوری نگاه نکنو، بچه که بود تو کوههای بیوران واسه خودش تاخت و تازی میکرد، همه رو آسی کرده بود. بیا بابا تو ببین، بوس کن بابا رو، بوس کن بابا تو. جانم خدا، همین که دیدمش دلم وا شد. ببرش بیرون خوب نیست، خیلی اینجا بمونه. تازه مامان بابام اومدن که بیشتر دلت باز بشه. آخه این پیره مرد پیره زن رو برای چی زابه رو کردی؟ پدر مادرن دیگه، دلشون طاقت نیاورد نیان. یه خبر خوب دارم برات. چی؟ چند روز دیگه عملت میکنن، برمیگردی خونه پیش ما، سر خونه زندگی. مگه نه ماما؟ میام خونه، میافتم یه گوشه، خسته نمیشی از دستم؟ معلومه که نه، تو که همیشه نبودی، حالا چند وقت میمونی ما بیشتر میبینیمت. مگه نه ماما؟ آره؟ مرد که زیاد تو خونه بمونه دعوا میشه. میفرستیم تو موقع سر کار. آره؟ بفرستیم بابا رو سر کار. زبون کم نیاری خان نصیری، بفرمایید بیرون لطفا، بچه رو بیشتر از این اینجا نگه نداری. چشمم. چی شد ماما؟ جانم علی سعید به خاطر انتقام گرفتن سینا ماهر از من به این روز افتاد؟ همه شواهد که داله این موضوع دکتر، او یه سابقه مزاحمت هم برای شما داشته، درسته؟ میخوام ببینمش. متاسفانه متواریه، ولی تلاشمونو میکنیم شاید پیداش کنیم. متواریه؟ یعنی چی شاید پیداش کنیم؟ اون حتی ارزه نداشت خود منو بزنه. چجوری از دست شما فرار کرده؟ اون جوون به خاطر کینه یه موجود عقده‌ای الان افتاده رو تخت بیمارستان. سینا ماهر اگه عرضه داشت الان من باید جای سعید بودم. متاسفم دکتر، من حال شما رو میفهمم، ولی عذاب و وجدان و فکر به اینکه شما جای سعید نصیر رو تخت بیمارستان باشین غلطه. نه غلط نیست. اگه دوباره یه نگاهی به اون دوربینا بندازین میفهمید که سعید چجوری جونشو به خاطر من کف دستش گذاشت. اون وقت به من حق میدید که
یه لحظه هم آروم و قرار نداشته باشه. پیداش کنی. چیکار کنیم؟ پیداش میکنیم. گرمی دستاتون رو نمیتونم حس کنم. فقط میتونم تصور کنم که چقدر با مهر دستم رو فشار میده. وقتی میتونم دستای کوچولوی دخترم سما رو حس کنم که فقط روی صورتم کشیده میشه. تصورم از همه احسام تبدیل شده به یه سری خاطرات که میتونم تشخیصشون بدم. تو سرم یه هارد بیشتر نیست که جور همه حسامو میکشه. این حرفو نزن سعید جان. مطمئنم یه روزی همه یه داشته های توی سرتو حس میکنی. مطمئن نیستین دکتر، خودتونم میدونید که سعید نصیری الان فقط یه سر روی بدن به درد نخور. شکری نکن سعید جان، از رحمت و حکمت خدا غافل نشو. میدونم چه حالی داری، اما توکل تو از دست نده. از دست ندادم، فقط میخوام زودتر رحمت شامل حالم بشه و منو با خودش ببره. ولی نگرانم، نگران ریحان و سما، نگران شما تنهاییت. میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ بگو هرچی که باشه. حسن اون برده میانی رو بده من لطفا. بچه ممنون. مسعود اونو میخوای اونجا نصب کنی؟ گرانگاه پرنده میریزه به هم. نه، این سنسور رو میبندم به پایه، تعادلش حفظ میکنه. پس قبل پرواز یاد باشه حتما دوباره چکش کنی. قبل پرواز چک میکنیم، بعد پرواز چک میکنیم، وسط پرواز چک میکنیم. ما کلن در حال چکیم با تو. اینجوری وضعش میره بالا. اگه هم اینجوری لاک پشتی کار کنیم به پایان نامه نمیرسیم. تو همون گوشت نجسی فقط قور بزنی. بذار اونجا رو جمع جور کن، مسعود راحت بتونه کارش انجام بده. بذار ببینم. چه لخته. اون ست سوهانم بده من لطفا. خدمت شما. ممنون. آقا نمیشه این پرنده رو مختصر مفید کرد؟ حتما باید هزار تا سنسور گرما و سرما و مادون قرمز داشته باشه؟ نه خیر نمیشه.
اون بردو چرا میکوبی زمین؟ وا اصلا خود شد دیگه. ما یه پروپوزال دادیم به اونا. تو این پروپوزال یه سری تعهد دادیم که باید واو به بابا انجامش بدیم. بعد این پرنده کامل نباشه ما نمره بالا نمیگیریم. آقا من به نمره ناپلونی هم راضی ام. آخ تو که اونم نمیگیری. چرا دیگه میگیریم. بعدش هم الان سفرمون که رو هواست. تا کی هم باید مهمون دکتر توفیقی و نمیدونم دانشگاه اینا باشیم ما؟ خیلی بچس به کار راحتی بی دردسر. من دنبال کار بزرگم. یه ذره سقف ذهنیتون رو ببرین بالا. کار راحت آسونه که همه بلدن انجام بدن. هنر نکردیم. خواهش با این قد باده سرمونه به باد میدیم. حاسم جو این مسائل به من و جواد مربوط میشه. به تو اصلا ارتباطی نداره. یعنی چی؟ منظور این که ما این پرنده رو آماده میکنیم. میبریم پایان ناممون رو میدیم. نمرمون رو میگیریم. ما میریم پورتلند. تو هم میری دنبال زندگی. اصلا شوخی نکنم. آقا شوخی دارم میکنم. کاملا جدی دارم میگه. میری اونجا به سلامتی دست عطیه خانومو میگیری. میری خونه یه بخت بچه دار میشی. یه عالمه کار داری. قد و نیم قد بچه. کونه میشوری، غذا درست میکنی، نمیدونم شیر خوش درست میکنی. تو شوخی نکن، حسین ندارم ها. آقا شوخی نمیدونم، جواد جوش نه واقعیت آخه بابا یه شوخی نکن. قاطی نکن، قاطی نکن، خجالت بکشید. سلام. چه خبرتونه همش مثل خلوص جنگی به هم دیگه میپرین جنگ و دعوا رو میندازید؟ نه بیبی، جنگ و دعوا نیست، بچه دارم با هم شوخی میکنن. فکر نمیکنین صداتون میره بیرون، در همسایه میشنون، باعث آبروریزیه؟ بیبی در همسایه که یه عالمه با ما فاصله دارن، بعدم به جز شما و ما که کسی تو این باغ نیست. چرا؟ هست. مهمون دارین؟ بفرمایی خواهش میکنم. سلام استاد. سلام استاد. سلام. سلام.